روز خدمت شما من شهریار توکلی هستم فکر میکنم سومین آموزش باشه در مورد کامپوننت بک پیک و همینطور که نحوه آموزشی داشت و همینطور معرفی این افسونه که حالا میخوام رو استارتش رو بزنم خب در آموزش قبلی ما یاد دادیم چطور جمله رو نصب کنید و در آموزش بعدیش به شما یاد دادیم که چطور این افسونه کار میکنه و چه کارهایی انجام میده و در این آموزش قراره که ما تستامون رو روی افسونه های دیگه انجام بدیم و همینطور صحبت بکنیم مثلا این افسونه ها چجوری از ما فرمان میگیرن چرا اینقدر ساده فرمان میگیرن و این همه کد خلاصه میشه و اصلا چطور به اون روش ماهیگیری که در آموزش قبلی اشاره کردیم رسیدیم خب من برای شروع اومدم کامپوننت K2 ایزی بلاک رو از وبسایت‌هاش حالا خریداری کردم یا نصب کردم بعضشون رایگان هم بعضشون پولی اند و حالا معاف که میخوام بیام و براتون تستامون انجام بدم و پلاگین رو فراخانی کنم قبل از همه چیز ما پلاگین رو قبل که تازه دانلود کردم <تصفح> همین الان دانلود کردم فکر کنم نسخه همین الان هم یه نسخه جدید اومد حالا هر صورت مهم نیست قبل از هم هر چیزی شما باید بدونید که در قسمت پلاگین ها پلاگین که میخواستی در مورد بک پیک قبلش فعال شده باشه اگر اینا فعال نشده باشه این کامپوننت شما مثل یک چیزی مونه مثل یک چطور بگم یه درگاهی مونه که فقط داره دیتابیس وارد میکنه یعنی اصلا نه به مطلبی ربط داره نه چیزی الان فقط همون یک کامپوننت باشه فقط اینی که داره دیتابیس وارد میکنه اطلاعات خیلی معمولی از دید یک توسعه دهنده پلاگینی که میرون اطلاعات رو میخونه و برای هر صفحه انجام میده اول خب از خود کانتنت جمله افسونه خود جمله است شروع بکنیم ببینید اومدیم اینجا گفته چی از نوع کانتنت از نوع کانتنت پس میریم در فایل های جمله در قسمت پلاگین اینجا اسم میرونم کانتنت داره چقدر خوب و اسمش یه پلاگین پیکه که پس اینجا همین پلاگین پیک رو باز میکنیم من اینجا این ایدیتور بالا میارم میکنم میندازم توش که ببینیم اینی که چطور بعد یک کامپوننت رو استارت بزنیم رو قبلا توضیح دادم فقط میخوام خطا رو بتون حالا بهتر یا از اول دوباره توضیح بدم که راحتتر اون رو متوجه بشید این خطی که شما میبینید میگه هر کی هستی باش دسترسی مستقیم به واسطه یه لینک بد نمیدم یعنی کاربر بیاد اینجا بزنه مثلا لوکال هاست حالا هر اسم نیو فولدری اسلش پلاگین اسلش کانتنت پلاگ آندرلاین فلان اسلش پلاگ بک بالا نمیاد و خیلی تو امنیت به تو کمک میکنه دسترسی مستقیم رو براتون بیخیال بشه شما که تو فایلاتون دسترسی لینکی ندید بلکه یه داره ریکوار میکنید یه داره میخونید از داخلش اینجوری کاربر بدونی که سفر رو لود بکنه سفر یعنی سایتتون میتونه مستقیم دسترسی داشته باشه به اون فایلتون و خوش همون فایل رو لود بکنه یه باگی پیدا یه هر چیزی جمله هم این خطی رو نوشته البته خط کاملتر و بهتری یعنی هم براش وجود داره دستی تستش بکنید میتونید لینکش هم بزنید متوجه میشید که چطور کار میکنه اگر قبلا پلاگین نویسی رو با من استارت زده باشید میدونید که ما برای هر پلاگین یا هر کامپوننتی که استارت میزنیم یک کلاس داریم کلاس ما هم باید حتما اسمش تا حدودی شبیه حالا تا حدودی که نه یعنی کلا با شبیه اسم خود پلاگین باشه مثل پلاگ بک پیک و کوچیک بزرگ شروع میشه و همینطور از این حالا این اکستندد یعنی از کسی میخونه یعنی اون رو به عنوان یک پدر فرض میکنه که از جی پلاگین داره میخونه و این کلاس توی هر فایلی باید چی باشه یکتا باشه یعنی شما یه فایل دیگه هم حتی درست کردی دیگه نمیتونی دوباره اسم همین کلاس بیارید این کلاس فقط مختص به همینجاست مختص به این پلاگین دو خط اول که در مورد نگاه بکنیم چه پرودکت تیبی بی خب یعنی داره دیتابیس رو امن میکنه حالا باید بگردید ببینید چی جوریه بعد دوباره اینجا پروتکت اوتو میذاره خب هم که داره اوکی میکنه میرسیم به بخشی که نگاه بکنید آنچنان خط کودی نم بشتیم. ولی خب اگر دستی میخواستیم چه این کاری بکنیم مطمئنا خیلی زمان ما رو میگرفت و خب اینقدر کار انجام شده دقیقا چیکار کردیم دقیقا اومدیم ما فقط از کلاس ها و از متد های آماده جمله استفاده کردیم اگر یادتون باشه و طبق مقالاتی که من مقاله که قبلا ارسال کردم بذاریم توی این قسمت مقالات بریم بریم در سیستم های مدیریت محتوا وظیفه رویدادها. اگر این مقاله رو شما قبلا خونده باشید در وبسایت پارس کلیک متوجه موضوع میشید که لود نمیشه متوجه میشید که تمام پلاگین ها با یه چیزی به نام ایونت شروع میشن یعنی رویداد ها این ایونت در چه پلاگین جمله چه پلاگین کامپوننت های دیگه مشاهده میشه بدون اینا نمیتونید کاری بکنید چرا؟ اصلا خود ایونت که به شما میگه پلاگینی که الان نصب شدی مگه نمیدونم تو کجایی تو برای خود اصلا صفحه نداری مثل کامپوننت منوی نداری اصلا برای این کار ساخته نشدی تو چجوری میخوای بیای توی یه صفحه کاری که من میخوام رو انجام بدی خب واسطه ایونت انجام میشه مثلا آن پیج پرپر خب یعنی چی یعنی بیا توی صفحه من این کار رو انجام بده یعنی افتر دیسپلی ویو بیفور دیسپلی ویو این به اون میفهمونه که آقای محترم بیا از کجا انجام بده بعد از اینکه ویو رو دیدی انجام بده قبل از اینکه ویو رو ببینی انجام بده اینا ایونت هایی هستن که افسونه ها و دیولوپر ها اونها توی کامپوننت های خودشون برای شما اون رو فراهم میکنند برای شما جایگذاری میکنند فانکشن ها و متد هایی رو در اختیار شما قرار میدن که شما حالا به واسطه اون متدها ها میاد و چیکار میکنید پلاگین رو می نویسید. یعنی اگر شما یه پلاگین رو باز بکنید قبل از اینکه بنویسید فانکشن آن نمیدونم دونم کانتنت پرپر آیا میتونید به قول که چیزی اینجا چاپ بکنید و فراخوانی فرا بشه توی قالب و ببینیش خیر شما اگر این متد فراخوانی نکنید نمیتونید کاری بکنید و یادتون باشه اگر مثل من در گرایی ضعیف هستید این رو در نظر داشته باشید که آن پیج کانتنت پرپر یا آن کانتنت پرپر وقتی اینجا لود شده دوباره نمیتونید همین اسم رو لود بکنید دوباره با دوباره به عنوان یک پابلیک فانکشن شما توی هر کلاسی میتونید یک بار از اون متدی که به این صورت حالا فانکشنی که اینجا نوشتیم استفاده کنید آیا دیتابیسمونو رو نمیتونیم ببریم در بگم عرف که قسمت چی بش میگن میگم قسمت پروتکت شده بکنیمش و اونجا به عنوان یک فانکشن پرویت رو حساب بکنیم میتونید این ها بستگی به چون فقط فراخانی هست آنچنان وقت ما رو نمیگیره میریم سر اصل مطلب من گفتم آقای محترم شما وقتی سایت بالا میاری میزنی مثلا روی اینجا به شما یه آیدی میده برو این آیدی رو بگیر اومده اینجا آیدی شا کرده اومده آیدی رو گرفته و گفته چی از get اینت یعنی چی این تیجره یعنی چی یعنی کاربر اگه بره اینجا کلمات عجب وجق بنویسه بخواد هک بکنه صفر برمیگردونه اگر عدد باشه عددو میگیره پس راهی جز عدد اینجا نداره این به عنوان یک کلاس از قبل داخل جمله نوشته شده میخواد چجوری متوجه بشی میتونی سرچ بکنی داخل اینترنت پیداش بکنی و چون خیلی پر استفاده است داخل همه کامپوننت ها پلاگین ها این کار خاصی نکردم من رفتم یکی رو باز کردم اه گت این چقدر فارسی نوشته شده من کپیش کردم و گرفتم و وقتی میخواید که بیاید و ریکوست بکنید میاد از جی ریکوست خود جمله استفاده میکنید دیگه دوباره از نمیدونم گت و پست استفاده نمیکنید خودش اینجا چه چیزی رو داره میاد ریکوست میکنه من خط قبلش رو بهتون توضیح ندادم چون در آخر میخوام بهتون توضیح بدم حالا وقتی آیدی رو گرفتیم بعد چیکار بکنیم اون کامپوننتی که من نوشتم ما اونجا شناسه مطلب میذاشتیم درسته بعد با اون بیان چیکار بکنیم بگیم آقا اگه تو بودی پس اینجا لود بشو بعد دیتابیس کاری بنویسیم کاری بنویسیم کاریم چجوری مینویسن میرم تو قسمت پارس کلیک تو قسمت آموزش حالا چون تو صفحه اصلی هستیم میرم تو مقدم پلاگین میام اینجا میبینم که ببینم آقا دیتا آها اینجا بانک اطلاعاتی بزنید روش تمام دیتا دیتابیسی که من اینجا براتون نوشتم همشون اینجا با تفکیک و چیکار میکنن و چیکار نمیکنن براتون نوشته شده چون جمله یک فریم ورکه خیلی از این موارد داخل خودش می و شما دیگه نیاز به چیز دستی نوشتن مخصوصا رو جمله سه و 6 به بعد که اصلا یک امکانات فوق‌العاده گذاشته که من توی آموزش یک کوچیک به اون اشاره کردم در قسمت 7 پس من رفتم از اینجا کد کپی کردم کد من چیه؟ کد من باید یک تک پارامتر به عنوان یک رشته به من برگردونه و من از اون رشته استفاده بکنم پس دو خط اول میگه جی فکتوری گت دی بی او یعنی برو دی بی من رو بگیر و دوباره میگه که کواری من از نوع گرفتن گت کواریه یعنی میگیره آیا جز گت کواری داریم؟ بله تو همون جا تو همون صفحه مطرح شده برای وارد کردن و غیره هم استفاده میشه چه چه فارسی هم هست حالا درست شیگرا ولی خب کدای ما کد که که کپی میکنیم یعنی ما از آنچنان چیزی از خودمون نمیزید تو ایفو الس تو همه برنامه ها یکی چه جاواکار باشه چه فلان باشه همین ایفو رو بلده توی پی خب اومد کجا اومد گفت کواری سلکت کن ستاره یعنی چی هر چی تو این جدول پایینه که فرام میکنیم که اون بک که ما درست کردیم رو بیکش بیرون چون باز دوباره تک تک بعد اس بیاریم تعداد زیاده گفتیم آقا ستاره دیگه ما همش که نیاز داریم فرام چی دو تا آندرلاین گذاشته نوشته بک پیک چه کاری براتون میکنه ای براتون این براتون این کارو میکنه به این آقای محترم به این خانم محترم جمله نمیدونم جنسیت چیه دقیقاً چون هر چند وقت جنسیتش عوض میکنن لیدرشیپ هاشون میگه اگر هر پسفندی داره جمله چیکار میکنه میاد توی بریم توی پیشی ماهد برای امنیت برای اینکه دیتا هم نام نباشه میاد یه پسفند پیشون بهتون میده اونم چی به صورت رندوم درست میگه تو همه قرار میده خب شما که نمیتونید که آقای ایکس یا خانم ایگره جمله پسوندش چیه جمله گفته آقا کاری نداره که دو تا بکر دو تا آندرلاین بذار بعد هر پسوندی باشه من چون نفسونه داخل سایت هم دیگه نفسونه هم چون نصب شده به کانفیگریشن جمله متصله از اونجا میخونه اه باشه پس دو تا دو تا آندرلاین برات میذارم بعد میگه کجا ور آرتیکل آیدی آرتیکل آیدی چیه همون چیزی که من توی کامپوننت هم درست کردم تو دیتابیس همه همون آیدی شناسه مطلبی که توی کامپوننت ما ذخیره میکردیم اگر مساوی با چی بود؟ با آرتیکل آیدی آرتیکل آیدی چیه؟ اینا همون اینتیجره تا چه زمانی نوشه ور تا کجا تا پابلیش من یک باشه یعنی چی؟ یعنی منتشر شده باشه کجاست تو جدول دیتابیس هم یه نوع تاینی اینت درست کردم یا صفر یا یکه و تیپش هم یک تیپ یک واسه چی بود؟ جمله بود آقا. تیپ یک گیمر کامپوننت جمله. تیپ دو برای نمیدونم کی تو بود، تیپ سه برای ایزی بلاگ و تیپ چهار هم برای ایکاشا. بعد آخ... در آخر میگه خب آفرین. ست کاری، کاری ما رو ست کن. کاری ما دیگه کارش تمام شده است. دی دی ما رو میگه ست کردی. بعد میگه خب حالا برای که من رشته هاتون رو در بیارم به عنوان یک آرایه برای من لود اسوک بکن لود اسوک چیه شما میری تو اون صفحه ای که اینجا هست یه بس میدی میگردی روی این میزنی لود اسوک برات میگه میگه ریتن به صورت آرایه فرام سینگل رکورد یعنی هر دفعه یک رکورد رو برات بر از یک جدول خب ما همینو نیاز نیازه میخوام هر کدوم از ریشار جدا 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 بیاریم مثلا مثالم زده چجوری هم ازش بیاری فراخانی کنی هم آورده دیگه چی میخوان به همین سادگی من از اینجا گرفتم خب چجوری خوندن خود رفتم کشتم دیگه واقعا برای ما جمله اومده حتی به صورت گرافیکی هم نوشته بود اگر میخواست سینگل راو میتونی از این دسته میتونی لود راو بکنی یه دونه راو رو کلن یک ستون رو بگیرید یک مسیر رو بگیرید میتونید نه تک تکی بیارید بالا اه خیلی خوب شد که حالا گفتم که آقا تا اینجا اوکی شرط هم برات بذاریم اگر پابلیش ما یک بود راو, راو تیپ ما یک بود یعنی از نوع جمله بود و منتشر شده بود بیا همه جداول دیتابیسی که من نیاز دارم رو به عنوان یک متغیر انجام بده اگه پی بی که آشنایی داشته باشین میدونید که من دارم اونا رو از حالت فایل ا... کد اجرایی در میارم با HTML اسمش چرکتر و اون رو یونیکود یه میکنم که رو توی اینترنت از امنیت بهتری نسبت به به صورت معمولی اشمه چرکتر برخورد داره و هر کدوم از اونها رو اومدم چیکار کردم یه خورده امنش کردم دیگه کداش کدای اجرایی نیستن و حالا اومدم شرطامو یه خورده تفکیک تر کردم گفتم آقا اگر این تمپلیت نیما همون اسمی که شما از دیتابیس ذخیره کردید و فراخانی کردید و همینطور تمپلیت نیم ما مساوی صفر نبود و خالی هم نبود بیا چیکار کن بیا بگو آقا جی فکتوری گت اپلیکیشن یعنی چی منم واقعا نمیدونستم اصلا چه چی این چیزی برم سرچ کنم متوجهم که خیلی اپلیکیشن های جمله رو باز میکنه میتونید ازش استفاده بکنید یه سری کلاس های خیلی مخصوص مربوط با جمله به وسیله گت اپلیکیشن باز میشه خب چیکار کردم یه کردم تو اینترنت گفتم آ چطور میدم یه قالبی رو برای هر سفر فراخونی کنم چه چیزی آورد حالا گت اپلیکیشن خیلی جای دیگه باز میشه الان شما باید تو جمله جی فکتوری گت اپلیکیشن رو سرچ بکنید متوجه میشید که جمله سری کلاس هایی رو فراخونی کرده داخل همین جی فکتوری گت اپلیکیشن بهتون دسترسی میده و حالا به صورت گرایی وقتی این رو به عنوان یک کلاسی باز کردم گفته چی گفته برو سه تمپلیت بکن چیزی که اینجا هست یعنی چیزی که توش اسمش نوشته و مورد بعدیشو نول قرار بده به همین سادگی من چک کردم آقا اگر تمپلیت ما قسمت کاربر پر نکرد پر کرده بود و همینطور خالی نبود صفر نبود یه اسمی بود بیا اینجا قرار بده و همین سادگی الان برای هر صفحه ای من میتونم چیکار بکنم میتونم بیام و تمپلیت نیم قرار بدم و قالب قرار بدم خیلی چیز خاص دیگه ای نداشتم. حالا این قسمت قالب ما بود به این برای بقیه کارا اومدم باز دوباره دم که من میخوام سی هایی که از کاربر میگیرم رو فراخانی بکنم چیکار باید بکنم گفتم چند تا راه هست توی پی اچ یکی کامپایل بشه به یه فایل سی اس, اس که چقدر دردسر داره حالا کدای سی اس, اس ما آنچنان چیز زیادی هم نیستن که بخوای کامپایل بشه یا چیز خاصی و بعد چهار خط پنج خرید چه کار دیگه میشه کرد میشه کار دیگه هم که میشه همونجا یه تگ استایل باز کرد قرار داد خب این کارم زیاد اونچنان از نظر من جالب نبود چون یه چند تا خط بیشتر نیاز نداشتم با این که که نه از نظر کش و اینای خورده مشکل ساز میشه ولی خب خطای ما باز دوباره من می میکنم زیاد نیستن چهار تا پنج تا بیشتر نیستن چی چیکار میکنیم گفتم تو توی هد قالبمون لود میکنیم اه میشه آره سیستمش دو هد قالب لود کرد چیکار میتونی بکنی گفتم چجوری میتونم با کلاس جملات توی تستش کردم سی اس لود بکنم من گفت آقای محترم شما باید بری بیای بگی داک بگی چی بگی بگی این گت آقا بخشید گت داکیومنت رو باز کنید داکیومنت رو سرچ کردن او چقدر هر چی مربوط به سی و اچ تی و غیره است جمله کلا انداخته تو این جک فکتوری گت داکیومنت تو این کلاسه خیلی راحته که پس باید میکنیم حالا اومدم با حالا اینجا یه شرط گذاشتم که خب خود دیگه متوجه میشه گفته اگه خالی نبود اون آدرس عکسمون گفته بیا بادی بکگراند با یو آر ال گفتم ای بکگراند یو آر ال رو چجوری بشناسم بگیرمشون گفتم که چه کار راحتیه تو جمله کلاس درست کرد به نام جی یو آر آی به نام بعد روت باز کرده گفتم چی کار میکنه این رو اول اومدم این انداختم توی متغیر یه پرینت گرفتم یا یه دونه اکو کردمش در مسیر رو خیلی راحت میزن و بعد مثلا چیکار میکنه این خطه مثلا سایت من از ترنگل یا پارس کلیک میاد میزنه پارس کلیک دات نت حالا یه اسلش میزنه شما حالا مسیری که میخواید رو چه چی کار خوبی به جایی که ما جایی 500 نقطه بزنیم 4 نقطه برگرد عقب و 4 نقطه برای جلوتر میام این کار بعد بهش عکس دادم و یه سری دستورات سیاسه کار خودم دادم و با عرض و با ارتفاع چی کار کرد؟ کار خاصی نکرد ببینید اینا نگاه کنید ببینید نمیشه لوکال هاست هر چی آدرس هست تا اونجا کامل براتون تا اینجا میاره بقیه که دو دیتابیستون ذخیره میشه چی؟ بعد این هم چیه سی که بود راحت تو تگ استایل براتون توی هد قرار دادیم حالا دیگه با این حرفایی که من زدم برای کاستوم سی اس کار خاصی دارید خیر یک کد اینجا مخصوص اینو میذارید و بعد کاستوم سی اس اس میذارید اونم با دوباره چک کردم آیا چنین چیزی وجود داره یا نه برمیگردیم به گزینه‌ای که در بالا توضیح دادم توضیح ندادم ببخشید چرا توضیح ندادم چون بعد قبلش لینک سو غیر فعال میشد که کردیم و همینطور بعد از این باید یک افسونه دیگه رو میذاشتم که شما متوجه بشید در حقیقت این قسمت مثل پایین که جی ریکوست گت اینت گت گیت گت ور میگیره آقا هرچی چی گت میگیره م... گت ور یعنی ور که ورایبل خود متغیره میگه رو در میاره یعنی چی من اصلا میخوام این کد رو کجا فعال بکنم جمله یا افسونهای دیگه وقتی به شما فانکشن آن کانتنت پرپر رو میدن این آن کانتنت پرپر ببینید اینجا آن کانتنت پرپره داخل اینم هم آن کانتنت پرپره ولی من میخوام فقط داخل این مطلب بذارم وقتی شما میرید تو منوی هوم اینجا آیتم آیدی دارین توی منوی نمیدونم فهرست اینجا هم یه آیتم آیدی دارید توی بلاگ اینجا هم یه آیتم آیدی دارید آیدی ها رو بگیریم که نمیشه که همه شو, همه شو باز دوباره هم یه عکس میذاری کل جا فعال میشه دسته فقط میخوام تو اون مطلب فعال بشه برای این کار این کد چه در طراحی کاله و چه در جای دیگه استفاده میشه گفته چی گفته گت بگیر آقا هر چی هست اسمش آپشنه آپشن کجاست اه آپشن اینجاست که مساوی چیه مساوی سه تا مساوی هم گذاشته یعنی چی؟ یعنی دیگه گفته آقا چی هست و نیست همین یکیه بعد گفته چی؟ کام کانتنت یعنی چی؟ یعنی از نوع کامپوننت کانتنت تقریبا اینجا در همه کامپوننت ها یکیه و از اینجا هم توی اکثر کامپوننت ها شده کامپوننت های محدودی یکیه تا اینجا که شدیم؟ و گفتم اند حالا میتونید ببینید اند یا دو تا از اینا بذارید گفتم که ویو ما چیه از نوع آرتیکل خب باز ویو ما چیه ویو ما از نوع آرتیکل دیگه دیگه میفهمه کل کدایی که گرفته فقط همینجا منتشر کنه نه جای دیگه به همین راحتی بهش گفتم اگر این بود پس بیا آرتیکل آیدی رو بگیر غیر از این بود ریترن فالت کن آقا نخواستی ولی فالس میکنه و دیگه اطلاعات به پایین نمیاد که بقیه اطلاعات فراخانی بشه یا شما شرط های دیگه ای رو براش قرار بدید برای اینکه این مورد رو متوجه بشید البته نیازی نیست دیگه باید متوجه شده باشید که این لینک رو کامل در میاره ولی من کامپوننت هیکاشاپ رو نصب کردم چون تفاوت کوچیکی داره با بیشتر کامپوننت ها اول میرم این مجموعه میسازم داخلش چون تازه نصبش کردم در قسمت مجموعه ها میسم تست ذخیره و بستن میام در داشبورد میرم در قسمت محصولات جدید میزنم مجموعه هم انتخاب میکنم تست تو هم ضربه میکنم بعد میام اینجا چند تا عکس میگیرم میندازم اینجا بعد محصول تست کد نمیدونم فلان نامحدوده بله قیمتش انقدر دلار سازنده که نداره دیسکریپشن هم که ما میریم یک کپی سنگین انجام میدیم حالا اینجا پس میدم نباید این کار بکنم اول ببرم تو اون ادیتوره یا داخل گوگل ترنسلیت هم میتونیم ببرید یا داخل تکس ادیتوره که سی ست داخل خودشون ندارن و داخل رو بستن میزنن مثلی که منتشر شد محصول ما اومد میریم داخل یک محصول اه لینک چقدر تغییر کرده مگه میشه آدم اگه اینقدر تغییر داشته باشه ببینیم چه فقط تو کامو کانتنت ما دیگه نمیدونم چیزای دیگه مثلا کلا با کامپوننت های دیگه فرق میکنه البته اینجا هم بهتون یاد بدم بگیرینش بزنید همون صفحه رو دوباره بالا میاد این دستورات اضافه تر میریم آقا میریم توی اشتیداکمون توی این توی پلاگین توی هیکاشاپ توی پلاگ هیکاشاپ میریم اینجا این آقا رو میکنیم میاریم این زیر آقا هیچ کاری نداره همون بوده قبلا بوده ویو شما باید چیکار بکنید حالا بیاین بگین آقا نه گتور ما سی... این سی که اینجا داره پروداکت ببین یایتون یا باشه که لینک ها رو چند بار تو در تو برید ببینید شاید ممکن سی تی تو چند جای دیگه استفاده شده باشه تسک ما چی از نوع شوه من با رفتن تو منهای این افسونه و بالا پایین کردنش اینا متوجه شدم که این آقا که نویسندش بوده اومده چیکار کرده اومده به جایی که از ویو استفاده بکنی نه بیشتر از کنترلر استفاده کرده حالا تو محفظ MVC زیاد چیز جالبی نیست حالا چه دلیل داشته اونای برنامه خیلی حرفه‌ای هستن و خیلی گروه بزرگی هستن و واقعا فروشگاه سازشون خیلی قویه احتمالا سواد من نمیکشه که در نظر خاصی بدم چون واقعا این فروشگاه ساز فوق تا حالا من ندیدم هیچ فروشگاه سازی تو جمله این همه وب سرویس جداگونه از خودش بنویسه برای اپلیکیشن اندروید برای کارهای دیگه که شما این همه پلاگین و این همه فانکشن و ایونت براش تولید بکنه پس حتما یه دلیلی خاصی داشتن که چه چیز درست کردن ما گفته شوهای من اینه تمام شد رفت حالا اونجایی که شما نوشته بودید خب... که آیدی رو بگیرید خب دیگه این افسونه سی کل همین بوده میگید که چیزی بفهمیم که فانکشنش یه متدی که اینجا ما قرار دادیم من رفتم توی سایت سازنده قسمت دیولوپر سرچ کردم دیدم یه چیزی که نوشته خیلی برای من استفاده میشه توی دیسپلی ای پی آیاش. نوشته چی؟ آن هیکاشا فور دیسپلی ویو بعد دیدم داخل خودش داره به یکی از این ویو ها داره فلک میزنه گفتم خب من که نیاز ندارم به اون ویو چون من میخوام تو این صفحه میخوام چیزی رو بعد از چیزی فراخانی بکنم آه. صفحه کمد بالا بگه آقا غالب این باشه فلان این باشه یعنی چیز نوشتنی یا چیزی که نمایشی به کاربر داشته باشم ندارم پس اون متد داخلش رو پاک کردم چون نیاز نداشتم بعد فهمیدم که فورس هم نیست که حتما ازش استفاده بکنید به همین سادگی همون کدا رو کپی کردم تیپش چاره قدیم بوده تیپش سه الان تیپش یک بود برای جمله دو فکر کنم کی توی تو افسونه ما سه ایزی به لاگ چهار هم این یعنی هر جایی که من الان چهار قرار بدم تو دیتابیس قسمت تیپ کداش اینجا قرارخانه میشه هیچ کد دیگه من دست نزدم به همین سادگی به واسطه ای ایونت ها به واسطه تمام خطای های کوتاهی که یک بار نوشتم و بیشترشم هم پسته از این روش نوشتم و خیلی بدم میاد به همین راحتی اومدم تمام هر چیزی که نیاز داشتم و تو این همه کامپوننت و که بزرگم هستن و کاربر زیاد دارن فراخانی کرد یه بار نوشتم چارج فعال کرد و همین سادگی این قدرت ایونت و قدرت نوشتن رویداد هاست آیا فکر میکنید که این رویدادها ها فقط برای قسمت سایت خیر معلوم بتون یک میتونم بتون پیشنهاد بکنم شما به داخل جمله یه سرچ بکنید حالا داخل گوگل از داخل جمله یک افسونه سمپلی بهتون میده به, می به وسیله همین رویدادها و رویدادهایی که جمله برای خودش داره شما میتونید حتی بیاید تو یک افسونه این قسم نگاه کنید چقدر خوبه یعنی شما بیاید توی این ببخشید تو قسمت محتوا اجازه کامپوننت درست تو جمله دیفالت هست ولی کامپوننت رو کامپوننت کانتنت شما میتونید بیاید اینجا یه تب به اینجا اضافه بکنید و داخلش فرم فراخوانی بکنید فرمتون هم تازه نه اونجا داخل بنویسید ها میتونید فرمتون رو از یه فایل XML داخل جای دیگه جمله فراخوانی بکنید یعنی به جایی که این همه یه کامپوننت بنویسید میتونید داخل هر کدوم از اینا دسترسی بذارید میتونید به اینجا پارامتر اضافه بکنید اینا قدرت های جمله که نوشته و براشون کامل کرده و تا طی سالها به اینجا رسیده امسال فکر کنم 11 سال فعالیت جمله بوده و تمام شده توی دوازده سال رفته توی جمله سه و شیش به بعد که امکانات فوقلاده تری به شما, داده می برای توسعه توی جمله قبل ترش هم که بازم امکانات انقدر زیاده شما نیاز به هیچ چیزی ندارید به همین سادگی میتونید انواع پلاگین ها انواع پلاگین کامپوننت ها رو بنویسید مثال میزنم همین قسمت فروشگاه ساز به همین سادگی شما میبینید بالاخره این آقایی که این کامپوننت فروشگاه سازو نوشته دیتابیس نوشته درسته خودش هم چند تا پروسه نوشته که دیتابیس ها رو کنه ماه به ماه گروپ کنه خب خیلی راحت دیدین دیجیکالا بس داخل دیجیکالا بریم چرا حرف بزنیم میخوام خب دیدیتون رو باز بکنم پروکسی هم با پروکسی خورده مشکل داره روی محصول کلیک کردم کجا بود؟ آه اینه روی میزنم آقا این نمودار خیلی ساده تر از این حرف هاست که براش میلیون هزینه میشه میگن ما یه سایت میخوایم مثل دیجیکالا حالا نمیدونن که بکگراند دیجیکالا چه چیز بزرگی نوشته شده این هم مشتری رو راه میندازه طرف به همین چیزای چشمیه با پلاگین داخل جمله اینو مینویسن از دیتابیس میخونه میده به یه گوگل چارت میده به چارت چارت میرور میده به هزار تا جاوا اسکریپتی قبلا نوشته شده براش اینجوری در میاره بعد دا برای فراخوانی میکنه دیدین بغل بغل تیتری لیبل میذارن جدید پاپولر مثل سایت برترینو ها قبلا بوده یا مطلب دو میگن مطلب داغ بعضی مدل مطلب داغ میگذره و غیره بازم با پلاگینه شما وقتی پلاگین رو باز میکنید دست باز میشه جی کاری میشه دوم بنویسید که تا چی داخل صفحه است رو پیدا کنه براتون تغییر بده شما میتونید از خود فانکشن جمله استفاده کنید یعنی تمام چیزهایی که الان اینجا می نویسه تو این صفحه یه چیز بیشتر از یه کامپوننت فراخوانی میشه توسعه میدیم بدون که به کامپوننت دست بزنیم با پلاگینه درسته دیجیکالا وقتی نوشت همه رو در یک جا نوشته ولی جمله این قابلیت داره چون یه سی ام برای عموم کاربر درست شده خیلی فکر میکنن چون یه سی ام پس دیگه کارهای بزرگ رو انجام نمیده دیگه رایگانه دیگه به درد ما نمیخوره اوه وقتی شما میاد یه چیز کامل از اول می نویسید خیلی مشکل بهش برمیخورید یه چیزی هست که فقط شما دارید جز پروژه و استارتاپ خیلی بزرگ که بازم میخوام درجی میدم جمله استفاده بکنم چون سایت جمله جهانی رو میبینم با این همه کاربر با این همه سال ترافیک دالا دچار مشکل آنچنانی نشده بس همون هستم داره برای ما منتشر میکنه ما چه مشکل داره از اون استفاده میکنم این همه ترافیک بعد کم نیبرده. وقتی بخواید چیز اضافه بکنید پلاگینا بتونین قدرت رو میدن پلاگینا چیزهایی هستن که هم میتونن دیتابیس وارد بکنن هم میتونن دیتابیس بگیرن البته بهتره که شما همیشه برای وارد کردن دیتابیس از یک کامپوننت قدرت بگیرید این بود کل چیزی که ما خواستیم براتون اونها رو قرار بدیم یا قبلا یه تب مپ داشت آره این فوگرافیک و از این حرفها، این تبا درست داخل خود کامپوننت نوشته میشه برای شما میتونید اگر کامپوننتی نداره میتونید اونها رو درست بکنید من میخوام یه مثال آخر رو بزنم و این ویدیو رو به اتمام برسونم همین قسمت نظرات کاربران رو میبینید شما یه کامپوننت مثل این کامپوننت این نظرات فکر کنم فعال نیست ولی قسمت نظراتش واقعا چرته پرته یعنی اصلا قسمت نظرات نیست چه فروش ها توی جمله اصلا با قسمت نظرات دقت نمیکنن هم میدن اعتمالشون هست که بیشتر تمرکزشون فقط رو فروشگاه بودنه با اینکه کامپوز بسیار قدرتمندیه ولی ما خیلی کامپوننت های دیگه داریم مثلا داخل سایت استک آیدیاز به نام کامپوننت کومنتو این کامپوننت یه ای کامپوننت فوق هم نسخه پولی هم نسخه رایگان داره حالا پل... کامپوننت های دیگه هم داریم آ. در نظرات تو جمله خیلی خوبه آپدیت میده گروه سازندش اما اگر دوستای ما در یک از همکار ما در ور... یک از وبسایت های دیگه برای همین اومده چیکار کرده با همین پلاگین اتصال داده به همین کامپوننت کامنت به همین سادگی یعنی چی نظراتی دیگه توی کامنت ذخیره میشه یا آیدی میگه زیر همین مطلب فراقانی میشه به همین سادگی خوشمزدگی رو به گوجه مهیار. دیگه بیشتر از این دیگه شما چه چیزی میخواید چهار خط میخواین یک کامپوننت عظیمی رو به جملاتون متصل بکنید تازه خود کامنتو هم دارای ایونت ها و رویدادهایی هایی است که گروه سازنده گذاشته برای همین کارا یعنی شما در اصل مدی تی پارتی یک افسونه یک اکسترنالی رو بهش متصل کردید بدونی که در خود کامپوننت دست ببرید این واقعا قدرت مناسب هست که شما بعد از این مدت پلاگین نویسی به اون میرسید امیدوارم که این سه بخش از آموزش شما رو بیشتر به جمله جذب کرده باشه تصوبات بذارید کنار هر حکی شده باشید روی جمله بر خود نسخه جمله نبوده بلکه جمله با, با این همه توسعه دهنده و این همه گروه های بزرگ امنیتی که داره اگر هسته که خیلی کم مثلا شاید توی هر نسخهی مثل نسخه مثلا نسخه میگم مثلا سه و شیش سه و هفت سه و هشت یا شاید حتی مثلا با که چهار مثلا دو 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 سه چهار نسخه که اول تغییر میکنن شاید دو تا مشکل امنیتی خیلی کوچیک پیش بیاد که در همین همون لحظه به شما آپدیت میده یعنی تا هکرها پابلیک بشه آپدیت اومده شما آپدیت کردی بدونی که هیچ چیزی در سایت زندشار مشکل بشه آپدیت که خب چیزی سی ام اختصاصی شما وقتی هک میشید خودتون فقط هک میشید درست اوپن سورس هم داره ضعف های امنیتی هست ولی خب داخل این قسمت اوپن سورس اتفاقا داره ضعف امنیتی نیست بلکه توسعه خیلی بزرگی میان اون رو توسعه میدن و اون رو تست میکنن بهتون باز هم میگم تعصبات کنار بذارید نسبت به جمله یا وردپرس هر دوشون فوق هستن و یا سی اقتصادی نوشتن اگر فکر میکنید از نظر سرعت پدر سی پی رو در و غیره اینا همه های قدیمی بوده حالا وردپرس نمیدونم و جملات تو نسخه سه به بعد واقعا پیشرفت کرده و, از وقتی که تبدیل به یک فریم ورک شده فوق العاده فوق العاده رو کلاس،, کلاس ها و متد ها و مواردی که نیاز برای تمرکز بالایی داشته این خودش نشون میده که توسعه دهندگان رو تنها نذاشته و یک پارامتر بسیار ویژه‌ای برای شما دوستان هست که برنامه‌نویسی رو شروع بکنید استارتاپ های رو روش استارت بزنید فکر نکنید فقط باید برید یک چیز خیلی خوف رو یاد بگیرید قرار بدید داخلش دیگه از این دیگه حقیقتا فایده نداره امیدوارم از آموزش ها راضی بوده باشید و همینطور اگر نظری دارید حتما در پارس کلیک در قسمت نظرات قرار بدید و تا اونجایی که امکان داره من حتما اگر سواد هم بکشه در خدمت شما دوستان هستم موفق و معیت باشید با تشکر شهریار توکلید